میکنم شما منتظر این هستین که بدونید خب روزی داری در مورد دختر نمونه صحبت میکنی، داری در مورد دختر سال، دختری کسی که شایسته این مقامه دارم صحبت میکنم. اما خب مهمونی توی برنامه داری، حرفت چیه؟ سخنت چیه؟ ما رو تا اینجا کشوندی که بخوای چی بهمون بگی. اما نمیخوام بیشتر از این شما رو منتظر بذارم که فکر کنید این برنامه مهمانش کی میتونه باشه. امروز در برنامه خودمون یک مهمان بسیار عزیز، یک مهمانی هم از درون زیبا و هم از بیرون زیبا که این عزیز ما در مسابقات کشوری، البته در مسابقات استانی که میتونیم بگیم استیت کالیفرنیا شرکت کردن، که میخوام بیشتر از این شما رو در دلهوره نذارم که این عزیز ما چی میتونه باشه. این عزیز ما یک ایرانیه که در کشور آمریکا شرکت کرده. خب میریم که این عزیز خوبمون رو به شما معرفی کنیم. سلام خانم اورلی، حال شما؟ سلام، خوبم، مرسی. شما چطورین؟ مرسی، خیلی ممنون. اورلی جان، مردم ما این همه من صحبت کردم، دوست دارم بدونن که خانم اورلی اهرانی ایشون چطوری شد خودش رو برای ما، برای ملت ما، برای هموطنان عزیز ما که دوست دارن اورلی عزیزمون رو تا 19 نوامبر ساپورتش بکنن، بدونن این خانم اورلی کیه. دوست دارم از زبون خودت که زبانش خیلی شیرینه و اکسنت انگلیسی داره، ولی دوست دارم خودش با زبون شیرینش که سعی کرده امروز با ما فارسی صحبت کنه برای شما توضیح بده. اورلی جان. روزی جان، مرسی که من در برنامه دعوت کردین. خیلی خیلی ممنونم که اینجا هستم. اسم من اورلی هستم، من 25 سلام، حالا وکیل میشم، 2 ماه دیگه گراجویت میشم، میرم کالیفرنیا وسترن سکول آف لا تو سان دیگو. خب اولی جان، چی شد که فکر کردی که باید توی این مسابقات شرکت کنی؟ دوست من خیلی گفتن به من تاجیکیدن هستی، خوشگلم هستی، چرا با اینا دختر شایسته کالیفرنیا باید بری نشون بدین چی دختره باید بشه. من میدونم که سالهای زیادی که در کشورهای دیگه مثل کانادا دختران زیاد ایرانی شرکت کردن، اما این اتفاق هنوز در کشور آمریکا اونجوری نیفتاده که دختران ایرانی شرکت کنن. الان من میدونم که 230 نفر شرکت کردن تو این مسابقه. چند تا از این 230 نفر ایرانیه؟ فکر نمی کنم کسی که ایرانی هستن. من یه دونه. اورلی جان، وقتی که تو این مراسم، تو این برنامه شروع کردی که شرکت کنی، اطلاعاتتو چجوری گرفتی؟ شاید دختران زیادی هستن که دوست دارن مثل تو شرکت کنن در این مسابقات. دوست دارم برای هموطنان عزیزم خودت توضیح بدی که باید چی کار میکردی که توی این مسابقات، چه مراحلی رو رفتی، چه راههایی رو رفتی، چه جوری رفتی توی وبسایتشون، اول وبسایتشون رو پیدا کردی، با کسی صحبت کردی، چه کارهایی رو باید دختران دیگه انجام بدن که بتونن توی این برنامه‌ها شرکت کنن؟ که دوست من گفتن به ما بری باید شایسته کالیفرنیا، من فکر کردم، گفتم اوکی، رفتم تو وبسایتش و رزومه و عکس گذاشتم. اینا the next day زنگ زدن به ما، گفتن بیا تو بیورلی هیلز انترویو بده. دادم، قبول کردم. بعدن گفتم من میخوام برای ایرانیا، برای من که education خیلی important باشه، برم اینجا to represent the state of California. خیلی خوشحالم از این که اورلی، من میدونم که تو به عنوان یک ایرانی موفق شرکت کردی، ایرانی که تحصیلات داره و رشته لا میخونی، رشته وکالت میخونی و این رشته بسیار مهمیه، و حتی توی یکی از این مصاحبه‌هایی که داشتی با تلویزیون‌های آمریکایی دیدم که در مورد کارت صحبت کردی. من قبل از این که بخوام بیشتر وارد این بشم که
به عنوان دختر شایسته داری شرکت میکنی، دوست دارم بدونم که رشته لا خب رشته های دیگه ای داره، قسمت های دیگه ای داره. شما میتونی ایمیگریشن کار کنی، میتونی در مورد جاب کار کنی، پارت های مختلفی داره لا. چه قسمتشو تو انتخاب کردی که در آینده پرکتیس کنی؟ یه گروپ به نام کالیفرنیا اینسنس پروژکت که الان من 3 سال کار میکنم باش. من کمک میکنم این کسی که به گناه در زندان هستن. که کمتر دختران جوان دوست دارن این قسمت رو انتخاب بکنن که برن توی زندان ها و ببینن که آدم هایی که بی گناه هستن و به خاطر هیچ جرمی که انجام ندادن و نتونستن از خودشون دفاع بکنن که این جرم رو انجام ندادن، خیلی کم پیش میاد یه دختر جوان بخواد این رشته رو انتخاب بکنه. چی شد که دوست داری این کار انجام بدی؟ ما چند وقت پیش یه مردی اینجا بود که 16 سال بازنده بوده که آوردمش بیرون، هیچی نکرده، گناه داشته و ما فخ شدیم. بعدا من دیدم که چی کار کردم با آقا این. من خیلی دلم میخواستم به همه کسی اینا که تو زندان باشن یک کمک بدیم. میرین اول پرونده هاشون رو میخونین که مثلا این شخص انتخاب میکنید، یا به شما توی اونجا توی اون مدرسه یا توی اون زندان میگن که کدوم از اینا مثلا بی گناه هستن، فکر میکنن که قتلی رو انجام ندادن؟ آیا شما میرین اون پرونده ها رو میخونید یا اینکه اونا مثلا انتخاب میشه از طریق اونا به شما اعلام میشه که این شخص گناهکاره یا نیست؟ اینا که اینجا هستن تو زندان اینا یه لتر میدن تو کالیفرنیا اینسنس پروژه، اینا لتر بیاد تو لا سکول ما، ور لا سکول والنتیرز، ریسرچ میکنیم، ریسرچ تموم ریسرچ میکنیم، بعدا دی این ای فکر وی گت دی این ای اکسپرتس میاریم. هر کسی که فکر میکنیم که اینا زنده they shouldn't be in jail. ما میخوایم کمکشون بکنیم که اینها رو از زندان بیاریم بیرون. و حد باشه اولی جان انگلیسی بگو که این کاری بزرگی رو که انجام دادین دقیقا چی کار کردین؟ کسی که 16 سال توی زندان بود، راحت باش انگلیسی بگو. Okay. Well, there was this man, and he was, convicted of murder, for a murder that he never committed. And what happened was, it was a misidentification, which means that somebody just said that that was the person who committed the murder. And unfortunately, that's the biggest, one of the biggest factors that leads to wrongful convictions. And so I took part in this case, and it... You know, I felt passionate about it because it can happen to anybody. And so I decided to help them. And that was the first case that I worked on. And from then on, when I saw the results, I decided that this was my passion. And we use research. We get the best experts all over the world to come help us to figure out whether or not this person is really innocent or not, because everybody, many people, try to say that they're innocent. And there's only that very few that are, but those are the men who unfortunately have lost so many of their lives. And so that's why we as law school volunteers want to help them.